من روزی 1 کیلو سالمون باید مصرف کنم. هم نروژیه؟ هر 800 گرم. این خودش کیلویی میکنه 2-300-400 سالمون آره. که میکنه ماهی 60 میلیون. روزی 400 گرم باید بادام مصرف کنم. نیم کیلو بادام میخوری؟ ماهی مثلا 8 میلیون 9 میلیون فقط هزینه پوست منه. روزی 10 میلیون از بدنت هم میگم بچه پولدار نیستم. هول و هوشن. آقا شما ماهی 300 میلیون یه جورایی فقط هزینه خورد و خوراکه. تا حالا بدن خودتو با هادی چوپان مقایسه کردی؟ این دو نفر میگن مسعود قدیران قدرت اینو داره. یه کدوم از اینا رو کلا بدنسازی بندازه بیرون. کدوم رو انتخاب بکنی؟ کامبیز صمدی، کیانوش خورایی‌پور. مثلا با یه شرکت ماهی 40 میلیون 50 میلیون هزینه مکملم میده، یکی هزینه لباسم میده. مسعود قدیران اگر به فرض مثال دختر بود، به فرض مثال دختر بود، دو تا خواستگار داشت، کیانوش خورایی‌پور، کامبیز صمدی، به کدوم ازدواج می‌کرد؟ سلام و عرض ادب، در کنار مسعود قدیریان هستیم، که از قهرمانای شایسته و سنگین وزن کشور. مسعود، تو سال چند ماه یه تک رژیمی؟ یه تک رژیم ببین، من که 6 ماه سال کلا که اصلا آف و آف، اصلا نه چیزی مصرف میکنم، نه دارویی، نه مکملی، نه هیچی. 6 ماه بعدی رو میرم واسه یه رژیم و سایز، حالا نگاه میکنم اون برم میخنه یه آشنایی رو دیدم. آها. و 6 ماه دوم رو میخواستم بگم بهتون. 6 ماه دوم رو دو ماهش رو حجمم، 1 ماه استراحت، دوباره 2 ماه رژیم و میره واقعا ماه آخر که مسابقه هم بشه. بعد 6 ماه کامل میذاری کنار؟ آره 6 ماه کامل اصلا هیچ چیزی رو مصرف نمی کنم. خب مثلا تو اون 6 ماهی که مصرف نمی کنی هر غذایی میخوری یا نه؟ نه نه استایلر اصلا حفظ میکنی؟ ببین هر غذایی رو ببین، ما نمیدونم، وقتی 15 ساله داریم رژیم های حرفه‌ای میگیریم و یه زندگی رو داریم که ما زندگیمون ورزشه دیگه، نمیتونیم که مثلا من بخوام اصلا بخوام پیتزا اصلا بخورم، خب معده‌ام به هم می‌ریزه، عادت ندارم به این غذاها، یا مثلا بخوام یکی دو تا اصلا کلوچه یا بیسکویت معده‌ام می‌سوزه، چون عادت به این غذاها رو نداشتم. بیشتر مثلا اگه بخوام رژیمی رو چیز کنم، مثلا سعی می‌کنم از مغزیجات استفاده کنم یا از بعضی میوه‌ها استفاده کنم، به این شکل رژیم. ولی کلا چیزی که من ضعفم هست توی که رژیمو نداشته باشم بستنی. بستنی رو میخورم. آره بستنی خیلی دوست دارم و نمیشه. مسعود الان زیر نظر کدوم مربی هستی؟ من زیر نظر علی آقا نعمتی هستم. چند ساله؟ نزدیک به 3 سال شد الان زیر نظر علی آقا هستم و یه پزشکی رو دارم که کارهای منو انجام میده توی این 3 سال که باعث پیشرفت من شده و هیچ کجا هم هیچ وقت اسمشو نیوردم و تمام کارهای منو به طور تخصصی، حالا هر آنچه که باید من مصرف کنم و هر آنچه که باید تغذیه کنم رو خیلی شفاف و خیلی روی حساب کتاب به من میگه که باید چیکار کنم. مسعود یه ذره بیه سوالایی بپرسیم. خب سوالای حاشیه‌ای که ایمان داره میپرسه، من سوال علمی طور میپرسم از شما. کلا برنامه حوازیت توی این 6 ماهه که رژیمی چجوریه؟ من حالا اومدم یه پستی رو گذاشتم در مورد تمریناتم. اول که من این تمریناتی که توضیح دادم که حالا گفته بودم، ببین بحث این چیزایی که من دارم میگم واسه حرفه‌ای‌هاست، اونایی که دارم مسابقه میدن و شرایطشون نسبت به من مشابهه، واسه آدم های عادی نیست. آدم عادی 20 دقیقه 40 دقیقه و تمرین میکنه، یه رو 20 دقیقه عوازی میزنه، اصلا من بحث اون جداست با بحث منی که حرفه‌ای هستم. ولی در کل تمرین پرفشار ما یه قسمتی داریم واسه تمریناتمون، یه قسمتی رو داریم تو بحث حوازی، که اینا رو باید از هم مجزاش کنیم و جدا باشه از هم. الان خود تمرینات حوازی میشن وزنای سنگین با استراحت کم یا نه؟ نه ببین تمرینات حوازی رو نه من تمرینات حوازی بعد تمرین اصلا ندارم و سعی میکنم به جای اینکه مثلا بخوام یک ساعت تمرین کنم یک ساعت حوازی بزنم، 2 ساعت تمرین دارم. روش های تمرین من به صورت دراپ هست و کم کردنی یا زیاد کردنی، یه جوریشو بگم که همه متوجه بشن.
و اینها طول میکشه. مثلا شما وقتی اسکاتو داری مدام به شکل دراب یا داری کم میکنی یا زیاد میکنی یا تمرکزی داری میری، خود یه اسکات شاید 20 دقیقه طول بکشه. من وقتی میگم 2 ساعت تمرین، این نیست که برم هاک پرس پا لاینز یا فلان، یعنی کلا من شاید با 3 تا حرکت، یعنی یه اسکات، یه پرس پا، یه لاینز کارم تموم میشه. ولی روش های تمرینی من واسه اینها طوری هست، تعدادهاش، که شاید 2 ساعت زمان بر باشه. من سود میخوام یه ذره خط قرمز رو باهات رد کنم، چون من با تو یه رفاقتی هم دارم، با هم چند تا داره کلیپ گرفتیم و یه شناخت خیلی خوبی از هم داریم و برادر بزرگتر منی. خطرناکترین داروی بدنسازی چه داروییه؟ چیزی که من تجربهش کردم، من ترن بلور رو میگم خطرناکترین. اصلا میکنم اصلا استفاده نکنم بابت این فشاری که ریه هم که روی قلب و کلیه و ریه و اصلا یه جورایی اصلا من دورش نمیرم، سعی میکنم که اصلا نمیری. آره. و کلن نظر راجع به خانواده سارم چیه؟ اصلا من نه تجربهش کردم، نه چیزی که تجربهش کردم نظر خاصی در موردش ندارم. من تأکید من بر هفت وعده یه قرار بدیگه بگم به مخاطبینم بگم، دوستان این پروسه دارو 100% برای حرفه‌ای ها شاید انجام دارن میدن، برای آدم مبتدی نیستش و دوستان تاب و شکنی بشه و یه اطلاعاتی راجع به این کلا بدیم، چون خیلی اصلا من یه چیزی رو من بهتون بگم، پروسه داروها که خانواده های مثلا، حالا من نمیخوام ریزیشو باز کنم، اصلا بعد بگم بذار بگین مثل ترن یا مثلا بولدنو یا دکا یا فلان فلان فلان، اینا همش مافیاست. تنها چیزی که میتونه تغییرات همون تستوسترون دیگه، بازی با تستوسترون، و اینو ما میخوایم. تمام حرفی ها دنباله، حالا من نمیتونم بیشتر چجوری بهت بگم. آخه بایش بگو راحت باش. ببین اینها همش بازیه، همش مافیاست. بعضی مکمل ها مافیاست، اصلا نیازی نداریم ما به این همه مکمل، نیازی نداریم به همه دارو. ما خیلی جریان ساده است، تمرین، استراحت، تغذیه خوب، ویتامین ها و یکی دو تا از استروئید ها. اصلا نمیدونم فلان استروئیدی که مال اسب باشه، نمیدونم فلان با اصلا همچین چیزهایی رو ما نداریم، فلان پپتاید باشه، فلان استروئید هم توی ایران بد گیر میاد دیگه، پپتایدش که اصلا نیستش. اصلا دنبال این چیزها ما نباید باشیم. شما بهترین اصلا مثل رونی کولمن تمرین کن، مثل رونی کولمن تغذیه کن. خواب درست نباشه نمیشه. حالا خواب درست باشه، تمرینت هم درست باشه، تغذیت درست باشه، درست نباشه نمیشه. یعنی همه اینها باید در کنار هم باشه تو وقتی میری جلو. این نیست که مثلا بگی آره فلان دارو، چه دارویی من استفاده کنم که سایز بگیرم، چه مکملی من استفاده کنم که وزن بگیرم یا بخوام کات بکنم. اصلا همچی چیزی نیست. شما میخوای کات کنی باید تغذیت درست باشه، میخوای سایز بگیری باید تغذیت درست باشه، از چربی سوز و گینر و اینها بکشید بیرون که مثلا بخوای چیکار کنی، از اینها بخوای استفاده کنی. تنها چیزی که میتونه به شما کمک کنه تغذیت، تنها چیزی که میتونه به شما کمک کنه استراحت درست، خواب کافی و ویتامین ها هستن، مینرال ها هستن. این که بخوای مثلا فلان دارو، فلان اسم دارو، فلان کمپانی ها، همش مافیاست. تنها چیزی هم که خیلی ساده است تسته، که من دیگه بگم تستوسترون که ما نیاز بهش داریم واسه افزایش چوگالی یا عضله یا بر اساس اون رشته ای که داریم. حتی تمام اینها باید روی حساب کتاب باشه. آقا ما چقدر فشار توی تمرین میذاریم، نسبت به فشاری که توی تمرین میذاریم چقدر کربوهیدرات مصرف کنیم، چقدر پروتئین مصرف کنیم، و نسبت به اون شرایطی که داریم، آیا من بادی کلاسیکم، آیا من فیزیک کلاسیکم، آیا من فیزیکم بیلدینگم، همین ها خیلی کار باید روی حساب کتاب باشه. این نیست که مثلا بخوای ما توی دنیا شاید 3 تا 4 تا مربی خاص داشته باشیم. این هاست. این که مثلا یکی رو بفرستی تردمیل 10 کیلو کم کنه هنر نیست. این که یکی رو بفرستی مثلا 2 تا گینر بهش بدی، 2 تا قرص بهش بدی 10 کیلو اضافه کنه هنر نیست. بحث حرفه‌ای بودن اصلا شرایطش خاصه و کار هر کسی نیست. من میتونم به جرئت بگم توی ایران شاید ما به تعداد انگشتان 2 تا دست نباشه مربی. حالا باب شده هر کی میاد آقا پنکراتین رو 5 گرم قبل تمرین یا 5 گرم بعد تمرین بخوره فکر کنی مربیه. اصلا کسی که داره در مورد این چیزها یا مثلا میاد مثلا در مورد فارماتون یا در مورد پروتئین وی یا در مورد گینر واسهتون صحبت کنه، اینها رو توی گوگل هم سرچ کنی میاره. باید چیزهایی رو دنبالش باشین که جایی نباشه. چیزهایی دنبالش باشین، آیا من چقدر فشار توی تمرین میذارم،
چقدر باید کربوهیدرات مصرف کنم، چقدر باید پروتئین مصرف کنم. تازه بحث دوباره واسه خانم ها جدا میشه نسبت به برنامه تمرینی غذایی خانم ها. خانم ها چون عادت بر اساس عادت ماهانه ای که دارن توی هر 6 روز 7 روز یا هر بخوای تقسیم بندی کنی توی ماه، توی مثلا 5 هفته به 5 شکل متفاوت هست سیستم بدنشون، که اینجوری ساده شو بخوام بگم. و هر هفتهش میبینی میل به شیرینی داره، میل به ترشی داره، یا مثلا وقتی که نزدیک میشه به دوران ماهیانش باید اینها مصرف کربوهیدراتش، مصرف پروتئینش اینها تنظیم بشه، و حتی شرایط تمرینش، یعنی تمرینش هفته به هفته تغییر کنه، تعداد حرکات، مقدار مصرف کربوهیدرات، مقدار مصرف پروتئین. یعنی اینقدر خاص هست شرایط واسه خانم ها و واسه آقایون، باید جدا باشه اینها. این نمیشه که آره یه برنامه من بهت بدم بری 4 تا 12 تا 2 ماه تمرین کنی دوباره بیاد. تمام هفته به هفته ما الان بچه‌هایی که دارم باهاشون کار میکنم همه در جریان هستن، از شهرهای مختلف، مثلا از صبح ساعت 8 تا ساعت 8 شب کوچ میشن، هر هفته عکساشون فرستاده میشه و بر اساس تغییراتی که توی هفته داشته، ممکنه خواب درست نداشته باشی، استراحت درست نداشته باشی، یا اصلا خواب درست داشته باشی، تغذیه درست داشته باشی، نسبت به تغییرات هر هفته برنامه چیده میشه واسه هفته بعدت. یعنی اینقدر شرایط خاصه. منو چقدر قشنگ صحبت میکنی، چقدر کامل، یعنی واقعا جواب کل سوالای منو واقعا توی صحبت دادی. مسعود الان خودت هزینت چقدر روزی؟ ببین نمیخوام، بعضی از بدنسازا میان من روزی 6 میلیون هزینم. خب میگم مثلا آقا 3 کیلو مرغ میخوری، 2 کیلو ماهی میخوری، همون سالمون نروژی نه، حالا قزلالا میخوری، فلان میخوری. خب هزینه شما چقدر؟ مسعود قدیریا، آره. من روزی 1 کیلو سالمون باید مصرف کنم، 800 گرم. این خودش کیلویی میکنه 2 300 400 سالمون، آره. که میکنه ماهی 60 میلیون. فقط ماهی 60 میلیون هزینه ماهیت میشه. حالا مثلا ماهی قزلالا، ببین بررسیه که من همون پزشکی که بهت گفتم از 3 سال باهاش کار میکنم به من میگه ماهی قزل مصرف نکن، ماهی پرورشی، میگه 16 تا 17 مورد اصلا چیز داره، چی میگن، 16 مورد باکتری های غیر مفید داره که اصلا خوب نیستش مصرف کنه مثلا یه ورزشکار حرفه‌ای که داره چیز میکنه. و این فقط یه وعده ما، دو تا وعده ماهی منه. حالا فکر کن شما استیک من گوشت بگو، یه 2 میلیون الان پول ماهیتون شد دیگه. چی؟ حالا ماهی رو میشه مثلا ماهی دیگه هم بچه ها من، حالا برای خودت، برای خودت، آره. ولی مثلا من روزی 400 گرم باید بادام مصرف کنم. نیمش رو بادام میخوری؟ روزی درختی یا آره. بازمینی؟ درختی. روزی 400 گرم مثلا باید بادام حتما مصرف کنم. این چقدر میشه؟ کیلو چنده بادوم الان؟ 600 700 تومن. یا 300,000 تومن روشن پول بادوم میشه. آره. ببین بدن ساز حرفه‌ای، نه خب بقیه‌اش بگو. هزینه من میخوام، هزینه مثلا پوستمو بخوام بگم، مثلا روغن آرگان و مثلا یه سنگین بس، شما نگاه یه پارگی پوست نمیبینی، یه جوش نمیبینی. چقدر پول هزینه پوستت میکنی تو من ماه؟ ماهی مثلا 8 میلیون 9 میلیون فقط هزینه پوست منه. خب من زندگی، ببین من نمیگم فلانه، ببین من روزی چقدر میشه الان؟ من اصلا از روزی که شروع کردم نمیدونم روزی چقدر هزینه کردم، اصلا گفتن نداره. تو داری پول عشق تو میدی، مثلا پول ابیارو وقتی تو عاشق یه چیزی بشی هرچی هزینهش کنی که میای بگی با عشق هزینه میکنی، نمیدونم. و وقتی عاشقی میکنی خب واسهت میاد. آه میاد. از ببین روی حساب کتاب، حالا نمیگم تو مثلا فلان و اینا، حالا من شاید اسپانسر دارم اون کارامو انجام میدم، ولی در کل میخوام بگم یه زندگی حرفه‌ای، یه بدنساز حرفه‌ای، من از تغذیهش، از لباسش، از کفش، من هر شب دارم لباسامو مثل بچه‌ای که داره میخواد بره صبح مدرسه، لباسامو دارم میچینم، امروز این رنگی، این ست، تمام کارام رو برنامه است، حتی تولید محتواام، واسه تبلیغاتم، واسه تمریناتم، واسه شاگردام، همه اینها رو دارم. من شاید مثلا شب نزدیک 2 ساعت دارم برنامه می نویسم، حالا می خواد تو رژیم باشم یا اصلا واسه من فرقی نمی کنه. من توی کیش بودم شب مسابقه داشتم برنامه می نویسم واسه شاگردام، اصلا همچنین همه چیز روی حساب کتابه. خب مسعود من بحث بدنسازی حرفه‌ای، اصلا مگه مثل ما توی ایران بدنساز حرفه‌ای چند تا میتونه باشه که مثلا به این شکل باشه؟ ما نمیگیم همه باید اینطوری باشه، نه من بچه پولارم، نه بی خودی چیز میکنم، ولی واقعا واسه 70-80% اینجوری بخوان هزینه کنن، نه درسته نه غیر معقوله.
اگر اجازه میدی من نپذیرم. روزی 10 میلیون از بدنت، میگم بچه پولدار نیستم. روزی 10 میلیون از بدنت میگم بچه پولدار نیستی. من زیر خط فقرم. ببین من خط فقرم. آخه من باید، من یه بار جای مرغ بوقلمون خوردم استرس گرفته بودم، داره پولام تمام میشه. روزی 10 میلیون هزینه بدن وارد حاشیه میکنه. ببین وقتی که زندگیت حرفه‌ای باشه من مجبورم این کارو انجام بدم. نه اینجا جدا است، شما اصلا بخند. اصلا من مگه اصلا برگشتم داره من دیگه. من نون سنگک و نون پنیر رو یه ذره ریحون خیلی بهتر باش حال میکنم تا ماهی 400 گرم. آره ببین چرا یارو میگه من کوبیده دوست دارم، شاید هفته دو بار بخوره حال میکنه با کوبیده، ولی وقتی که من مدام دارم گوشت میخورم این دیگه لذتی واسه من نداره. نه قبول دارم اینو. بعد مسعود هول و هوشن، ببین آدمی هستی که اصلا خیلی بی پروا صحبت میکنی، هول و هوشن. آقا شما ماهی 300 میلیون یه جورایی فقط هزینه خورد و خوراکت. نه 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 ماهی 300 میلیون نه ول کن همینجوری شم. 10 تومن چقدر میشه؟ میشه 100 تومن دیگه. 200 تومن میشه ماهی؟ 100 تومن بود. 100 تومن. ماهی 100 تومن فقط هزینه خورد و خوراکت. نه هر کلاً بود. خب کلاً 100 تومن. حالا چقدر درآمد داری از آدم سازی؟ هر چی در میارم از اینه میتونم. چیزی نمیمونه. بدنساز هیچی نداره. خب مسعود برای آینده میخوای وارد عرصه مربی، چون اطلاعاتت داشت صحبت میکردی یه اطلاعات کاملی بود از نظر من از هر شهری که نه من که الان شاگردای زیادی دارم. من 3 هفته پیش یه شاگردام اوورال مسابقات پیشوا شد. من از هر شهری توی ایران نزدیک 10 تا 15 تا شاگرد دارم. آها. و کارهای اونا رو هندل میکنم و کارهای خودم هم هستش و هر چیزی رو حساب کتابه. وقتی زندگیت حرفه‌ای بشه، نه من قهرمان مستر المپیام نمیتونه چیزی رو جمع کنه واسه آینده با اون اسپانسرهای قوی که مثلا میلیاردی دارن قرارداد میبندن دیگه. من این که دارم مثلا با یه شرکت ماهی 40 میلیون 50 میلیون هزینه مکملم میده، یکی هزینه لباسم میده، این هزینه هایی که گفتم کسی پول به من نمیده، شاید هزینه غذای منو برگردونم. درسته چی شد؟ و کلا سقف آرزوهات چیه توی بدنسازی؟ مثل المپیا؟ قهرمان مستر المپیا میدونی به نظر من کیه؟ دکستر جکسون. 50 سال تو اوج آماده بود. آره دوست دارم اونجوری تو اوج آماده باشم. آها همیشه یعنی بدن آماده شد. نه نه همیشه نه. ببین شما تا 50 سالت اوجت دیگه، خیلی مثلا بخوای واسه خودت باشی 50 سال میتونی تو اوج باشی دیگه. درست زندگی کنی، رفتار اجتماعی درست، زندگی حرفه‌ای درست، زندگی ورزشی، اگه اینها بتونه همه چیز روی حساب کتاب باشه و اصول باشه، شما 50 سال میتونی تو اوج باشی دیگه. بعد 50 سال که دیگه، و این واسه من خیلی لذت بخشتره و این رو به جلو بودن خودش منو میرسونه به اون مستر المپیا. آها پس کلا تارگتی که تو مغزت داره بدنسازی اینه که همیشه بدن یه راه درست باشه. یه راه درست رو به پیشرفت. بعد مثل این چند سالی که داشتم الان هزینه برنامه قد تمرینه که میگی چقدره؟ برنامه تمرین چقدر هستم چیز آنلاین ها رو خصوصی هزینه آنلاین. برنامه آنلاین 6 ماه و 1 ساله. مثلا من با یه ماه دو ماه کار نمی کنم. من که برنامه عادی معمولیش 2 میلیونه. 2 میلیون غذای مکمل و همه چی یه تمرینی. آره کوچ کامل، کوچ که هر روز کوچ میشن و هفته به هفته برنامه‌شون تغییر میکنه. هفته به هفته، هفته به هفته شاگردای شما برنامه‌شون تغییر میکنه. شاگرد خانومم زیاد داری دیگه؟ بله. نه من شاگرد خانوم نمیگیرم. چرا؟ نمیگیرم دیگه. فقط شاگرد آقا رو میگیری؟ چون در رابطه با خانوما داشتی صحبت میکرد که این حالت توی یه هفته شیرین سارا. نه من شاگردای عادی خانوم نمیگیرم که هر کسی بخواد بیاد چیز حرفه‌ای دارم. شاگرد خانوم حرفه‌ای خان دارم. میگم چون یه ذهنیتی داشتی که آره نه ولی شاگرد معمولی خانوم نه وقتیشو دارم نه میتونم نه حوصله‌شو دارم. الان شاگردات مقامی که آوردن اوورالیای چیزی بیشتر مقامی که شاگرد بودن هر سال مسابقات هومر رو داشتم، مسابقات تهرانی قهرمانی داشتن شاگردای من. همین شهریار پیشکسوت من بود که قهرمانی داشت و مسابقات پیشوا بود که قهرمان کلاسیک شد، قهرمان بیلدینگ شد و اوورال بیلدینگ شد. مثلا آه. سعی نمی کنم که چون تو فاز مسابقه هم همه رو ببرم تو فاز مسابقه. آها ولی دارم شاگرد مسابقه‌ای و نیازی به این ندارم که بخوام شو را بندازم. من خودم یه پیج قوی رو دارم و نیازی به تبلیغات رسانه ندارم که مثلا بیام بگم تا
تیم جمع کنم فلان. متوجه شدم. مربی ها یه سری ها نون دلشون رو میخورن، یه سری ها نون زبونشون رو میخورن، یه سری ها نون عقلشون رو میخورن. ولی الان این استقرام طوری شده که شما نون زبونتو باید بخوری. آخرین سوال، الان مسابقه بعدیت کیه و به نظر خود چه مقامیایی؟ واسه من مهم نیست، من اکرمانشاه خودم خیلی بهترم امسال و مسابقات کشوری اردبیل رو شرکت خواهم کرد و بعد اون جهانی رو دیگه خواهم رفت واسه استراحت. اون 6 ماهی که گفتم استراحت میکنم. آها، من به سمت حرفه‌ای شدن چی؟ واسه حرفه‌ای شدن من چون قد بلند دارم و نمیخوام فاز من آره من فلانم، نه فکر میکنم یک سال دیگه من زمان لازم دارم تا بخوام اون چیزی که میخوام بشم. آره به امید خدا. کلی من کیف کردم، شما رو نمیدونم. عالی مسعود. خب مسعود جان، من اجازه دارم یه خورده سوال خودمونی تر از شما بپرسم؟ بپرس. اول راجع به تحصیلاتت به من میگی؟ چون من دیدم با محمد خیلی علمی صحبت کردیم. حالا تحصیلاتتون تو چه زمینه‌ای؟ من فوق دیپلم تعمیر ماشین الکتریک دارم، LCIC و لیسانس تغذیه و مدارکی که دارم مال 4-5 سال پیش، واسه این نبوده که الان بخوام رو اسمم مدارک بگیرم. آها. مثلا من یکی از مدارک مربیگرام مال ارمنستانه، یکیش مال دبی، یکی 4-5 روز اونجا بودم هر کدوم رو. من یکی از مدارکی که دارم و مدارک دیگه که دارم مدارک ستون فقرات در ورزش هست. آفره. که اینو مثلا دانشگاه امام خمینی تهران 5 سال پیش گذاشته بود، 3 روز بود که دیگه هم نذاشتن. خیلی هم عالی. و مدرک مربیگری نچرال دارم، بین المللی نچرال، یعنی به طور نچرال خواسته بشی شما آماده شی واسه مسابقات، و شاگرد نچرال هم زیاد دارم. مسعود از نظر خودت الان بدن، از درون دارم میگم، بدن سالمی داری؟ بدن از پوستش معلومه چطوریه و من همیشه 3 ماه به 3 ماه چکاب کامل دارم و تمام کارام رو حساب کتابه، از تغذیه تا خواب تا تمریناتم. هیچ وقت شما اگه دقت کنی زیر وزنه سنگین نمیرم بخوام جوگیر بشم یا یکی به من بگه تو سبک میزنی. من همیشه هم دیدین همیشه هر سال 4-5 کیلو وزنم بالا بوده توی مسابقات. همه تمرینات روی حساب کتاب، تغذیه روی حساب کتاب. اما از یه برنامه ریزی چند ساله رو دارم واسه خودم. این قضیه، این تیرگی روی پیشونی چیه؟ خیلی خوب شد که پرسیدی اینو. چقدر خوب پرسیدی. حال چطوره؟ خیلی این من از بس آفتاب و سولار و اینا میگیرم از پوستم هم معلومه. این پوست یه جورایی مرده شده و بعد برم واسه بازسازیش کلاژن و اینها که خیلی هم به من گفتن. این رفتی به بدن سازی نه و باز همچون بعد تمرین عرق دارم و دوباره میرم سولار و این کارو خیلی دوست دارم. این مونده و این 4-5 جلسه بیشتر کار نداره که انجام میشه. وگرنه نه ربطی به کبد داره، نه ربطی به کلیه داره، نه چی. فقط یه تیرگی اینجاست که پوست مردگی میگن، نمیدونم همچین چیزی. مسعود، 1-2 سال پیش یه اتفاقی برای تو افتاد، یه حاشیه. میخوام راجع به اون یه شفاف سازی بکنی. یه ویدیویی از شما اومد بیرون کنار یه آقا پسر 18 ساله که فکر کنم نیما جعفرپور بود مسابقه، گفت این شاگرد من نچراله ولی الان توی دوره است، من براش دوره چیدم. خیلی گارد گرفتن چرا مسعود قدیریان به یه پسر 18 ساله دوره داده. این اشتباه بیانی بوده یا واقعا این کارو کردی؟ نه 18 سالش نبود و 21 سالش بود. بعد میخواست مسابقه بده، وقتی خودش خانوادهش در جریان زندگیش هستن. آها. وقتی مکملاشو باباش میگیره واسهش. آها، یعنی خانوادهش در جریان. و توی دوره منظور من این بود که 1 ماه به مسابقه هفته یه دونه تست زده بود. این نبود که تو فلان دارو خوابیده باشه. آها. و سیدیش هم زیر 20 سال نبود به این شکل. بعد من مگه مشاوره خودم بهش داده بودم آقا شما اینو استفاده کن، اگه من بیام بگم تو اینو استفاده کن حالا حق با شما. بله. مشاوره نادرست. بله. میشه با شرایط چیز خانوادهش بوده این. من بله. تمام بچه هایی که با من کار میکنن خانواده هاشون، مادرشون، باباشون با من در ارتباط هستن و یه جورایی از لحاظ نه تنها بحث ورزشی بلکه بحث بخواد تو آداب و معاشرت و تو این هم، یعنی خیلی واسه من مهمه یه شاگرد با ادب تا یه بیلدینگ کار حرفه‌ای بی ادب.
یعنی اینجوری میخوام بهت بگم در ارتباط هستم، حتی توی زندگیشون اگه به مشکلی برخورم با من در ارتباط میذارن. اینجوری شده، به این شکل شده که ما بتونیم، تنها کار ما بحث عضله درست کردن نیست، ما باید مشاوره دیگه هم بتونیم بدیم تا یک جوونی رو بخوایم آمادهش کنم که به طور حرفه‌ای بخواد این روش کنه و بتونه اونم یه روزی بتونه خدمت کنه. دقیقاً درسته. آره بود. مسعود این سوال منو تک کلمه ای جواب بده. 10 سال از عمرت کم بشه، یه ساندو مستر المپیا رو بگیری، حاضر این کارو بکنی یا نه؟ نه. حاضر نیستی؟ تا حالا بدن خودتو با هادی چوپان مقایسه کردی؟ به هر حال تو بیلدینگ کار میکنی، هادی هم نفر اول مستر المپیا. ها اصلا خیلی دوستش دارم، خیلی قابل احترام، خودش هم میدونه و اینو نشونم دادم، ولی تیپ بدنی من اصلا فرق میکنه. خب مگه شما بیلدینگ نیستی؟ هادی هم بیلدینگ. ببین من یه بیلدینگی هم تو سبک خودم، اونم یه بیلدینگ تو سبک خودش. یعنی اصلا رویای اینو نداری که روزی نفر اول مستر المپیا بشی؟ چرا میشم؟ رویا چیه؟ اصلا من چیزی آرزو نمی کنم. قطعا هم ایشاره به هر چی که بخوام میرسم و فکرمونم برسم. مسعود یه کوچولو حاشیه‌ای بپرسم. اگر که قرار باشه یه کدوم از این دو نفر رو پیجشون حذف بشه، خودشون دیگه هیچ وقت حق مسابقه دادن نداشته باشن، بین این دو نفر بگم مسعود قدیران قدرت اینو داره، یه کدوم از اینا رو کلا بدنسازی بندازه بیرون، کدوم رو انتخاب بکنی؟ کامبیز صمدی، کیانوش خورایی پور؟ خودم میرم. نه آقا باید یه کدوم این دوتا باشه. حس کردن کار منی، خودم میرم. مسعود قدیران اگر به فرض مثال دختر بود، به فرض مثال دختر بود، دو تا خواستگار داشت، کیانوش خورایی پور، کامبیز صمدی، به کدوم ازدواج میکرد؟ خب دست ها ازدواج میکردن. حالا یکی رو بگو دیگه، کدوم بیشتر دوسته؟ با کدوم بیشتر رفیق؟ من با همه رفیقم، با همه سنگین وزا اکثرا مهمان من بودن، حتی خونه من هم اومدن. من با همه رفیقم، هم آقا کامبیز هم آقا کیانوش، همه واسه من محترم و قابل احترامم. خیلی هم عالی. مسعود روزانه چقدر برای صفحه اینستاد وقت میذاری؟ چون من میدم ماشاءالله خیلی هر روز دو سه روز یه بار یه ریلز خفن میذاری. من یک رو بعد تمرین و یک رو بعد قبل خوابم، میگم قبل خواب بخوام بخوابم، این دو تا یه رو همین. چه کسی ها توی بدنسازی ایران تو بین همه رشته ها به عنوان الگوی خودت قبول داری؟ توی بدنسازی ایران؟ آره. حالا میتونی هم ایرانو بگی هم جهانو بگی، ولی ایرانو بگی مثلا فلان بدنساز الگو مسعود قدیریان بوده. هیچ کس؟ من خودم خیلی خوبم. تو خارج الگو از چه نظر الگو؟ الگو ورزشی دیگه، مثلا من یه بدن خیلی خودم خواستم، خیلی بدن خواستم. بدن خودم. من یه بادی کلاسیک میتونم باشم خیلی کات، به زیبایی فیزیک کلاسیک و به حجم بیلدینگ تو قد بلند. هیچکی مثل من نیست. هیچکی. مثل من یه دونه است. فقط مسعود یه چیزی که راجع به تو میگن، میگن مسعود گاهی اوقات نمیتونه گرد در آوردن خیلی کار سختیه تو بیلدینگ. زمان میخواد، این زمان میبره، زمان میخواد و شکل عضله است، ولی من میتونم بگم عضلات پشت خوبی دارم و امسالم دستامو بهتر کردم و پاهامو و هر سال دارم بهتر میشم، ولی دیگه سبکی هم واسه خودم. بامستات چرا بامستاته؟ چون یکی هم مثل خودش، تو قد بلند، تو قواره خودش، تو سبک خودش، واسه اینه که خاصه. این کسی که نام بردی کی بود؟ کریس بامستر. آها، کریس بامستر. مسعود یکی از بدنسازهای فوق‌العاده خوشقلب و دوست داشتنیه که امروز افتخار داد و با شهامت به تمام سوالات ما پاسخ داد. دمت گرم، مرسی که وقت گذاشتی. زنده باشی، آرزوی سلامتی دارم واسه شما، واسه اونایی که خواهند دید این کلیپ رو. و من نه قصد جسارت، نه قصد بیادبی، این نظرات من بوده
و اصلا مهم نیست نظر من. من یه گفتگو ویدیو کردیم تمام.